که توی یه دایره گیر میافتن و باید رأی به کشتن همدیگه بدن و الا همشون میمیرن. گلاسیا سلام. امروز براتون فیلم سیرکل یا دایره مسئول 2015 رو آوردم که نمره 6 IMDb رو داره و یه داستان خیلی خفن و فلسفی داره پشتش که حتما آخر فیلم بررسی میکنیمش. فیلم در مورد یه سری آدمی که دور هم جمع شدن و میفهمن که باید به همدیگه رأی بدن و اگه کسی رأی نیاره یه نفر به صورت رندوم کشته میشه. بریم ما فیلمو ببینیم. حواسمون رو کاملا صحنه خشنشم باشه. با شروع فیلم محوطه تاریکی رو میبینیم که افراد زیادی به حالت ایستاده بیهوش شدن. زنی چشماشو باز میکنه و حسابی وحشت زده است. همین که یکم تکون میخوره صدای زنگ خطری شنیده میشه. وقتی سعی میکنه به فرد کناریش دست بزنه و بیدارش کنه باز صدای زنگ میاد. یه مرد از اون ور اتاق به این زن میگه تکون نخور. اونا ما رو ببینن. زن دیگه ای بیدار میشه و حسابی وحشت زده است. هرچی مرد میگه آروم باش گوش نمیکنه و با یه حرکت ناگهانی جریان برق شدیدی از وسط اتاق سمتش میره و میمیره. حالا همه بیدار میشن. چراغ ها روشن میشن و یه مرد دیگه بدون هیچ دلیلی کشته میشه. یکی از مردا سری میگه اجاتون تکون نخورید و پلیس که بینشون هم با نگرانی چک میکنه که سلاحاش کجان. یه سلاحی بوق میاد و مردی که کشته شده بود تاثیر نیرویی به گوشه اتاق میره. همزمان با صدای بوق مشخصه که دستگاه وسط اتاق داره شارژ میشه و وقتی قدرتش به اندازه کافی میرسه دوباره به یه نفر دیگه شلیک میکنه و اونم میمیره. همه خودشون زده و مردی با کت چرمی به چراغای روی زمین زل میزنه که نوبتی هر بار جلوی یه نفر روشن میشه. وقتی چراغا جلوی زنی ثابت میمونن جریان برق بهش شلیک میشه و اونم میمیره. همه نگاه مرد چرمپوش نگرانن و اون بهشون میگه تمرین کنید که شاید یه جوری بتونیم چراغای جلوی خودمون رو خاموش بکنیم. همه سعی میکنن با قدرت ذهن یا تصمیم گرفتن این کارو بکنن و تا بفهمن چی شده سه نفر دیگه هم نوبتی میمیرن. بالاخره زن حامله جریانو میفهمه و داد میزنه شماها دارید با ذهنتون رأی میدید. اگه به یه نفر رأی بدیم که بمیره جریان برق سمت اون شلیک میشه. اما اگه رأی بیگناهی بهش بدیم نفر دیگه رو انتخاب میکنه. روش رأی دادنمون هم اینه که اگه دستمون رو مشت کنیم یعنی نظرمون با کشتن طرف مثبته. یکی میگه اگه واقعا اینطوریه بیاید مرده ها رأی بدیم. این کارو میکنن اما خود دستگاه به صورت رندوم به یه نفر دیگه هم تیر میزنه. یکی دیگه شون میگه بیاید به هیچ کس رأی ندیم اما بازم همون اتفاق میفته. مردی که لباس آبی پوشیده با عصبانیت به همه میگه خفه شید دارین جونمون رو از دست میدیم. تنها راهمون اینه که به افراد مسن رأی بدیم چون به هر حال مرگ اونا کلا نزدیکه. چند نفر مخالفن اما بقیه سکوت میکنن چون نظر این مرد از همه تا الان بهتر بوده. زن حامله هم مخالفشه اما با تندتر شدن صدای بوق مرد آبی پوش و بقیه به اولین مرد سمبالا رأی میدن. یه دفعه برقی بهش میخوره و کشته میشه. حالا تو فرصتی که دارن شروع به سوال کردن هم میکنن بلکه بفهمن چه خبره. از سرباز ارتشی که اونجا سوال میکنن چون اکثرا معتقدن این یه آزمایش توسط دولته اما اونم هیچی خبر نداره. مرد سیاه‌پوش شروع میکنه به صحبت از آخرین چیزهایی که قبل بیهوشی یادشه. توی ترافیک بوده و یه دفعه به خاطر سر و صدا شروع میکنه به دویدن. بعد دیگه چی یادش نیست. چند نفر دیگه هم دقیقاً همینا رو به یاد دارن. با شروع صدای بوق مجبور میشن به نفر مسن بعدی رأی بدن. سیاه‌پوشیو به یاد میاره که با یه نیروی عجیبی توی سفینه کشیده شده. بعدم یه اتاق با نور قرمز زیره که کلی بدن آدم توش بوده. همین حرفا ادامه داره و به نفر مسن بعدی هم رأی میدن و اونم میره. پیرمرد بعدی که از مردن میترسه سعی میکنه یه چیزی به یاد دارم و شروع میکنه به صحبت اما بقیه توجهی ندارن و نفر بعدی به اون رأی میدن. مرد لباس چرمی میگه حالا مسنا تموم شدن و باید یکی دیگر رو انتخاب کنیم. زنی اونجاست که کلاه سرشه. ازش سنش رو میپرسن و زن میگه 52 سالمه و تازگی سرطان رو شکست دادم. بقیه مخالف رأی دادن بهشن اما مرد آبی پوش میگه تنها گزینه‌مون همینه. بقیه باش دعوا میکنن که اگه به اونم رأی بدیم حتما نفر بعدی خودمونیم چون سنمون هم تو همین حدوده. اما اون اصرار میکنه که زنو بیرون بندازن و برای همینم همه دست به یکی میکنن و رأی بعدی باعث مرگ این مرد لباس آبی میشه. حالا زن کلاهپوش نظر میده که باید بفهمیم چرا ما رو انداختن اینجا. شاید اینطوری همه چیز حل شه. برای همین سعی میکنن بیشتر خودشون حرف بزنن تا وجه اشتراک پیدا شه. یکی از زنها حرف میزنه و وسط صحبتش که یهو صدای بوق شروع میشه و بدون هیچ مکسی همین زنو میکشه. حالا بقیه فکر میکنن که صحبت کردن خودشون یه قانون ممنوع است و نباید این کارو کنن. اما یکی از مردا به اسم کرگ میگه اینطوری نیست و با معرفی خودشون همسرش هیچ اتفاقی هم براشون نمیافته. مرد دیگه شروع به صحبت میکنه و با اشاره به یکی از افراد میگه من تو رو میشناسم. اما یه دفعه ساکت میشه و بقیه نمیگه که از کجا میشناستش. کرگ به صحبت ادامه میده و میگه التماس میکنم همسرمو برای کشته شدن انتخاب نکنید. صدای بوق دوباره میاد و چون به کسی رأی نمیدن خود به خود یکی از افراد از بین میره. مرد دیگه بهشونه که از مکزیک اومده و انگلیسی بلد نیست. بقیه ازش میخوان خودش رو معرفی کنه اما اون نمیفهمه و یکی از زنها براش ترجمه میکنه. مرد مکزیکی میگه یه خانواده توی کشورش داره که شامل همسرش و سه تا دخترش میشه.
مردی که کراوات قرمز داره و خیلی نجات پرسته میگه پس رأی بعدی توی چون مهاجرای غیر قانونی خیلی اینجا. اما بقیه مخالفن. وقتی از خود مکزیکی میپرسن قانونی اومدی یا نه، میگه نه. دوباره صدای بوق میاد چون تعداد زیادی به این مرد مکزیکی رأی نمیدن، جریان برق دختر دیگه ای رو میکشه. پلیسی که بینشون شروع به صحبت میکنه و میگه که یکی از مردا رو میشناسه چون یه بار موقع کودک زدن دوست دخترشون رو گرفته و انداخته زندان. بقیه از این مرد میپرسن درسته یا نه و اون میگه هر کاری کردم حقش بود. صدای بوق بعدی میاد و این بار همه رأی میدن که این مرد کشته. زن بلوندی شروع به صحبت میکنه و پیشنهاد میده که شاید هدف ما اینه که آدمهای خوب و بد رو تشخیص بدیم. قطعا یه دلیل مهمه که اینجاییم. اما مرد کنارش مخالفه و میگه این یه بازی کثیر توسط چند تا روانیه و الانم قطعا بهمون میخندن. صدای بوق میاد و بقیه تو فکر اینن که چجوری میتونن تشخیص بدن یه نفر خوبه یا بد. یه نفر زنی مهاجر و مسلمون که بینشونه کشته میشه. حالا مرد سیاه‌پوست شروع به صحبت میکنه و میگه شاید بر اساس نژاد پرستی یا دین ستیزی دارن ما رو انتخاب میکنن. همه کشته شده‌ها یا خارجی بودن یا یهودی. اما بقیه میگن این چرتوپرتا رو ول کن، اصلا الان وقتش نیست در موردش صحبت کنیم، فقط داره میره روی مخ ما. پلیس هم در دفاع از این نظریه حرف میزنه و مشخص میشه چقدر نژاد پرست. برای همین هم بقیه بهش رأی میدن و اونم از بین میره. سرباز ارتشی میگه نباید در مورد این چیزها صحبت کنیم و نظرمون رو بگیم، چون یه کلمه اشتباه ممکنه باعث شه بقیه علیهمون بشن و بهمون رأی بدن. اما مرد سیاه پوست با عصبانیت میگه اتفاقا باید این کارو کنیم، چون جنجال پرستی نباید زنده امونه. سرباز میگه ما نباید با هم دعوا کنیم چون وقت زیادی برای اون نمونده. این بار که صدای بوق میاد همه سعی میکنن به خودشون رأی بدن تا دستگاه قاطی کنه، اما اتفاقی نمیفته. دفعه بعدی هر کس به نفر کناریش رأی میده تا همه رأی ها برابر شه، اما در آخر یه نفر دوتا رأی میاره و اونم از بین میره. صدای بوق بعدی که میاد دوباره همه بغلشون رأی میدن و یه دفعه نور روی زن باردار و مرد کناریش میفته. یعنی باید همه به یکی از اینها رأی بدن چون جفتشون رأیشون انگار برابر شده. بعد چند لحظه با اینکه هیچ کسی رأی نمیده مرد انتخاب شده کشته میشه. سیاه‌پوش میگه من بودم که به اون رأی دادم، چون دستشو دیدم و فهمیدم که خانم باردار رو انتخاب کرده تا بمیره و اگه این کارو نمیکردم اون کشته میشد. بعدم میگه مطمئنم آخر این بازی باید این خانم باردار یا اون دختر بچه‌ای که هستی زنده مونه. بقیه هم به این قضیه اعتراض میکنن و همه معتقدن اگه این زن و دختر زودتر حذف کنه میشون شانس هممون برای زنده موندن برابر میشه. اما چند نفر با این مخالفن و زنی که قبلا سرطان داشتن میگه این زن باردار دو نفر حساب میشه و نباید این کار اشتباه کنیم. رأی گیری بعدی شروع میشه اما دوباره رأی ها برابره. به خاطر همینم هم دو نفر دیگه به صورت رندوم برای رأی گیری انتخاب میشن. یه خانم میانسال با یه بچه. مشخصه همه به زن رأی میدن و بچه زنده میمونه. همه نگرانن و سرباز ارتشی میگه باید تا آخرین لحظه از این خانم باردار و این بچه مراقبت کنیم. یه نفر دیگه هم میگه باید اول مطمئن شیم که اصلا آدم خوبی هن یا نه. برای همینم هم از بچه سوال میکنن، اما وقت رأی گیری بعدی میرسه. بازم کسی نمیتونه رأی بده و برابر میشه. این دفعه خانم باردار و همون بچه برای رأی انتخاب میشن. همه سردرگمان نمیدونن چیکار کنن. مردی از پشت داد میزنه باید هر دوشونو بکشیم تا راحت شیم. همین حرف باعث میشه همه مردن اون همزمان فکر کنن و یه دفعه برق به طرفش بره. کریگ و همسرش شروع به صحبت میکنن. هر دو معتقدن بهتر اگه کسی از زندگیش راضی نیست داوطلبانه خودش رو فدا کنه. کسی جرأتشو نداره تا اینکه یه پسر نوجوان دستشو میبره بالا. بقیه میگن برای چی میخوای این کارو کنی؟ و نوجوان میگه چون دلم نمیخواد کسی رو بکشم. چند نفر مخالفن، اما مرد کرواتی میگه اگه خودش مطمئنه ما هم باید بهش گوش کنیم و بهش رأی بدیم. وسط این حرفا یه مرد دیگه جرأت پیدا میکنه و به محض شروع رأی‌گیری از دایره پشتش خارج میشه و این دفعه اونه که میمیره. همچنان همه درگیر انتخاب بعدیان و با شروع بوق این بار همون نوجوان از جاش حرکت میکنه و همه با دیدن مرگش شوکه میشن. کرواتی به سرباز میگه تو که اینقدر فداکاری چرا داوطلب نمیشی؟ سرباز میگه چون به اندازه کافی همه چیمو برای کشورم فدا کردم. رأی‌گیری بعدی میرسه. این بار زن میانسال دیگه میگه که من داوطلب میشم چون پسرم از دست دادم و زندگیمو دوست ندارم. یه مرد مذهبی بهش میگه اون دنیا دوباره اونو میبینی و مادر از دایره خارج میشه. حالا مرد دیگه با عصبانیت به همین مرد میگه تو بهش دروغ گفتی چون هیچ دین و خدایی وجود نداره. الان خدای هممون همین دستگاه شده که داره ما رو میکشه. اما وقتی بقیه باش موافق نیستن فهمه با این حرف خودشو به حرف بعدی تبدیل کرده. این بار رأی ها بین این مرد و یه زن دیگه مساوی میشه، اما این دختره که مورد حسابات قرار میگیره. این مرد که دیگه خسته شده شروع به داد زدن و فحش دادن به همه میکنه تا اینکه یه دفعه انتخابش کنن. اما بقیه نمیخوان این کار انجام بدن. وقتی این مرد به زن بلون توهین میکنه موفق میشه حداقل رأی اونو به دست بیاره و این بار جور خودش رو دست بده. تو ادامه بقیه نظر جدیدی دارن، میگن که باید اولویت زندگی با اونهایی باشه که بچه دارن. کریگ و همسرش میگن یه دختر دارن و بقیه تصمیم میگیرن که اگه بچه این ندارن خودشونو فدا کنن. مردی کرواتی به یکی از زنها میگه تو بچه داری یا نه و بینشون بحث شکل میگیره.
رای گیری بعدی هم تمام میشه و یکی از دخترها دوباره میمیره. بحث بین کرواتی و این زن هم ادامه داره که میفهمن هم جنس گراست. کرواتی شروع به توهین بهش میکنه و همه میفهمن که به شدت مخالف گرایش های جنسیه. برای همین هم رای گیری بعدی همین مرد کرواتی که کشته میشه. یکی از مردان میپرسه برای دو نفر آخر چه اتفاقی میفته، اینطوری که رایشون برابره، اما مرد دیگه میگه یکی از اون دو باید خودشو فدا کنه. حالا بقیه نگرانیشون بیشتره، چون اگه میخوان خودشونو فدا کنن تا اون زن بارد را زنده بمونه، باید نفر یکی مونه با آخرم آدم خوبی باشه، وگرنه ممکنه با عوضی بازی به اون زن رأی بده و همه تلاش هاشون به هدر بره. اما خب هیچ کسی این وسط نیست که بتونن بهش اعتماد کنن. رأیگیری بعدی میرسه و دوباره دو نفر برای رأی انتخاب میشن، اما این دفعه هیچ کس رأی نمیده تا بفهمن این موقع چی میشه و متاسفانه هر دوشونن که میمیرن. حالا بحث دیگه شکل میگیره، چون هنوز نمیدونن زن باردار رو به عنوان نفر آخر زنده نگه دارن یا اون دختر بچه رو. کلیب میگه باید بفهمی کدومش رو زنده نگه داریم. اول یکیشون از زن باردار میپرسه که شغل چیه، چون باید بفهمی که اصلا به این جامعه خدمتی کردی و اهمیت میدی یا نه. اما زن مترجم مخالف این سواله و میگه اهمیت اصلی اینه که زن حامل است، باید زنده بمونه. رأی‌گیری بعدی شروع میشه و این بار مرد یک کت چرم میپوشید کشته میشه. همینطوری بحث و دعوا ادامه داره و نفر بعدی مترجمی که از بین میره. یکی از مردا میگه حالا همه ما دو دسته شدیم. به جای اینکه بین زن باردار و بچه انتخاب بکنیم، الان انتخابمون دو تا، یا اینکه هر دوی این دو نفر زنده بمونن یا اینکه هر دوشون رو بکشیم تا شانس هممون برای زندگی برابر بشه. یه سری هم که کلا خاکستریان و نظری نمیدن. به نظرم اون دسته‌ای که میخوان زن و بچه بمیرن بودن که به این مترجم رأی دادن تا از بین بره، چون اون زن طرفدار زنده موندن هر دوی زن و بچه بود. نوبت رأی‌گیری بعدی میرسه. این بار بین افرادی که میخوان از دخترها محافظت کنن و گروهی که میگن باید هر دو رو بکشین، رأی‌ها برابر میشه. مرد مکزیکی و دختر بچه انتخاب میشن. مرد که میفهمه کار به کجا رسیده، خودش از دایره بیرون میره. بحث خیلی شدیدتر و حالا حتی سرباز ارتشی هم طرفدار اینه که هر دوی دختر رو کششن. با حرفاش دو نفر دیگه هم از جمله زن بلوند هم رأیشن. رأی‌گیری بعدی میرسه و دوباره اون دختر بچه این بار همراه مرد میانسالی از گروه مخالف برابر میشن. سرباز و مرد دیگه میگن بذارید هر دو بمیرن تا حداقل این دختر بچه از بین بره، اما با پایان زمان فقط پیرمردی که جلوشو دست میده، چون همسرش یا همون زن بلوند نظر خودش رو تغییر داده و میخواد از دختر حالا محافظت کنه. گروه قبلی علتش عصبانیان، اما زن میگه من فقط به هیچکی رأی ندادم، تقصیر من نیست که اون مرد. بعد همچنان ادامه داره و یکی دیگه از مردا هم تو رأی بعدی از بین میره. نوبت بعدی میرسه و سرباز میگه باید به کرگ یا همسرش رأی بدیم تا تعداد گروه ما بیشتر شه، چون هر کدومشون تو یکی از گروه ها رفتن. اما هیچ کدوم اینا حاضر نیستن که علیه هم دیگه رأی بدن و لحظه آخر سرباز میگه سری به این مرد سیاه‌پوست رأی بدین تا دوباره رأی ها برابر نشن. بقیه هم همین کارو میکنن و این مرد سیاه‌پوست هم از بین میره. مرد بلوند خیلی عصبانیه و میگه کرگ و زنش دروغ میگن، زن و شوهران فقط دارن گند میزنن به رأی گیری ها. بقیه شروع به سوال کردن این دو نفر میکنن. وقتی از زن اسمشو میپرسن، یه دفعه زبونش میگیره و مشخصه یادش نیست قبلا اسم خودشو چی گفته. کرگ یهو داد میزنه، تقصیر من نبود، این زن گفت تظاهر کنه که ازدواج کردیم، و همه با رأی دارن به کرگ اونو میکشن. مشخصه رأی بعدی هم همسرشه، اما زن میگه من در مورد بچه داشتنم دروغ بهتون نگفتم. مرد بلون میگه اگه بیای تو دسته ما و این زن باردار بچه رو بیرون بندازیم، من هر کاری میکنم که زنده بمونیم. اما زن جوابی نمیده. از مرد دیگه میخواد که اون بیاد تو گروهشون، اما اون کلا حرف نمیزنه و حتی بعد سوال از اون زن همجنسگرا اونم جوابی بهش نمیده. رأی گیری بعدی شروع میشه. هیچ کی نظر مشترکی نداره و در آخر 5 نفر به عنوان رأی مساوی انتخاب میشن. با پایان زمان انتخاب، زن همجنسگرا، سرباز ارتشی، زنی که سرطانو شکست داده بود و زن بلوند که همسرش هم مرده بود، جونشون رو دست میدن و تنها کسی که از این بین زنده میمونه همون مرد بلونده. تعداد کمی از آدما مونده و همچنان بینشون بحثه. مرد مذهبی که چند بار نظرش رو گفته بود، یه دفعه به زن باردار میگه ببخشید و با خروج از دایره زیر پاش خودش رو فدا میکنه. حالا مرد بلوند و مرد سیاه‌پوش که به عنوان رهبر هر کدوم از دسته‌ها با هم صحبت میکنن تا به نتیجه مشترک برسن. رأی‌گیری بعدی میرسه و این بار کسی که کشته میشه همسر قلابی کرایگه. سیاه‌پوش و مرد بلوند بحث بیشتری میکنن و سیاه‌پوش میگه اون پیرمرد حتی یک کلمه هم حرف نمیزنه و تا الان همه بیشتر زنده مونده. برای همین تصمیم میگیرن بهش رأی بدن. اما زن باردار که انگار نقشه اینا رو فهمیده، همراه باهاش مرد بلوند رأی میده و اونم کشته میشه. تنها 4 نفر باقی موندن. مرد سیاه‌پوش که همه کاری کرد تا از دخترو محافظت کنه، پیرمرد ساکت، زن باردار و بچه. برای همین بناشار به پیرمرد رأی میدن و اونم از بین میره.
سه نفر هم میپرسن چرا اینطوری داره میشه و مرد باقی مونده میگه به نظرم ما گیر فضایی افتادیم و دارن رومون آزمایش میکنن. اینطوری شاید بفهمن طرز فکر ما چیه و برای این محافظت چه کارهایی میکنیم. بعد به دخترها میگه شما باید در نهایت تصمیم بگیرید که کدومتون زنده بمونه. امیدوارم به هر حال هر کی باقی موند تا همیشه حالش خوب باشه. بچه میزنه زیر گریه و میگه منم میخوام خودمو فدا کنم تا این خانم بمونه. لحظه آخر رأی‌گیری رسیده. مرد میگه پس بیا با هم خارج شیم. هر دو حرکت میکنن و همین که بچه از دایره خارج میشه، مرد سر جاش وامیسته و با مشت کردن دستهاش به زن باردار هم رأی میده. این باعث میشه با پایان زمان بچه به خاطر خروج از دایره بمیره و زن باردار هم به خاطر رأی این مرد. حالا تنها کسی که مونده همین مرد سیاه‌پوشه، اما اتفاق دیگه ای نمیفته. مرد شروع به فحش دادن میکنه و دوباره صدای بوق میاد. یه دفعه میفهمه با بچه تو شکم این زن رأی مساوی آورده. مرد به این بچه رأی میده و حتی اونم میکشه. سکانس آخر فیلم این مرد روی زمین افتاده و سفینه ای بالا سرش و داره ازش دور میشه. میبینه چند تا دیگه هم اطرافشن و مشخص چندین آزمایش همزمان انجام شده و اینجاست که فیلم به پایان میرسه. سیکل از اون فیلم هاییه که شاید یکم سطحی به نظر برسه، ولی هر کدوم از سکانس هاش یه معنای خیلی مهمی پشتش داره. اینکه کدوم آدم ها چه کسی رو انتخاب میکنن و هر کسی برای زنده موندن حاضر چه کارهایی رو انجام بده میاد به ذات انسانیت اشاره میکنه و اینکه آدم های دسته های مختلف حاضرن دست به هر کاری بزنن فقط برای اینکه زندگیشون طولانی تر بشه. مهمترین نماد فیلم وجود همین زن باردار و یه دونه دختر بچه هستش. اینکه کدومشون بخوان در آخر زنده بمونن تصمیم بود که همه باید میگرفتن و مثل همون داستان اینه که اول تخم مرغ بود یا مرغ، کدومشون اگه زنده بمونن میتونن نسل رو ادامه بدن، وجود یه بچه مهمتره یا وجود یه مادر باردار که ممکنه بچهش از بین بره. هر کدوم اینا میگم یه داستان خیلی بزرگ پشتش داره و اینکه در آخر تصمیم بگیرن کدوم اینا باید بمونه یه انتخاب خیلی واقعا سخته. برای همین هم اصلا در آخر میسپرن به خودشون و اگه فکر میکنن آخرش قراره این دو نفر بمونن، میگن خودتون بهتر میتونید تصمیم بگیرید که کدوم موندنش مهمتره. نماد دیگه که توی فیلم دیدیم اون نوجوانی بودش که اومد فداکاری بکنه. یه نوجوانی که از دنیای بزرگسالی هیچ چیزی نمیدونه، داره تو بچگی خودش میگذره و حاضر زندگیشو فدا بکنه به خاطر اینکه میدونه تمام زندگی آدم‌ها به وجود این زن یا اون بچه بستگی داره. برای همین هم است که خودشو فدا میکنه. این خیلی قشنگ میاد پاکی و معصومیت یه نوجوانو به نمایش میذاره به خاطر اینکه میگه من اصلا نمیخوام کسی رو بکشم، چون اصلا تو ذهنش تعریف نشده که باید بقیه رو بکشی تا زنده بمونی. میگن اگه نکشی میمیری و خب این نمیخواد این کارو انجام بده چون اصلا دوست نداره، تو مخیلش نمیگنجه، اصلا تمایلی به این نداره که با این هزینه بخواد زنده بمونه. خیلی قشنگ میاد نشون میده که آدمهایی که وارد بزرگسالی شدن و اون دوره نوجوانی و معصومیت رو گذروندن همشون درگیر اینن که یه نفر بکشن تا خودشون بمونن، اما اون نوجوان حاضر جون خودش رو برای فرار بکنه. اولین کسی بود که همچی کاری انجام داد. بحث دیگه که میخوام در موردش صحبت بکنم بحث نژاد پرستی، جنسیت پرستی و گرایش پرستیه. چیزی که توی این فیلم خیلی قشنگ میاد بهش تیکه میندازه. الان درگیری نسل جدید تو دنیای غرب یا تو کشور خودمون خیلی چیزهای کوچیک‌تر نشده به چیزهای خیلی بزرگتر. همچنین چیزی وجود داره. بعد درگیری طرف اینه که بیاد مثلا یه جنسیت یه گرایش ششم یا هفتم رو بشناسه، یا اینکه مردم بفهمونه مثلا به من اول نگید مرد یا به من نگید زن، بذارید خودم انتخاب بکنم که مثلا هی باشم یا شی، یا اینکه طرف میاد هوموفوبیک بشه که مثلا چرا تو همجنسگرایی. میاد توی اون درگیری به این تیکه میندازه که تو بلد نیست خانواده راه بندازی، برای همین میری سمت دخترها. اصلا بحثی نیست که میخواد در موردش صحبت بشه. آقا حزه آزاد باشه طرف، هر کاری دلش میخواد بکنه، نیازی نداره تو بخوای قانعش بکنی یا اون بخواد تو رو قانع بکنه که درستی یا غلط. انسان یه ذهن داره، یه حق انتخاب داره، یه قدرت تفکر داره، خودش میفهمه چی خوبه چی بد، بذار خودش هر کاری که دوست داره انجام بده، مگر اینکه کارش به دیگران آسیب بزنه، مثلا بخواد قاتل بشه، اون موقع برو جلوشو بگیر. ولی وقتی داره کاری میکنه که فقط برای خودش، انتخاب خودش، لذت خودش، زندگی خودشه، اصلا دلیل نداره بخواد با همش صحبت کنی و وقتت براش هدر بدی. تموم شده رفته، خودش دوست داره اون کارو بکنه، بگو به سلامت انجامش بده. چیز دیگه جالبی که توی این فیلم هستش همین وجود ملیت‌ها و افراد مختلفه. ما توی این فیلم مسلمون داریم، آسیایی داریم، مکزیکی داریم، آمریکایی داریم، اروپایی داریم، همجنسگرا داریم، همه چیز داریم و میاد یه جامعه‌ای رو نشون میده که همشون کنار همن و همشون با هم اختلاف دارن. یعنی نمیتونن سر اینکه فقط یه چیز خیلی واضحه وقتی که همه دارن میمیرن باید یه نفر زنده بمونه که بتونه انسانیت رو ادامه بده، به خاطر اینکه خیلی چیزه اصلا نمیشه در موردش صحبت کرد چون واقعا خیلی چیز منطقی و واضحیه. یه همچین چیزی هم باز نمیتونن سرش توافق بکنن، چیزی که توی همه دنیا هست، تو همه کشورها، تو همه جوامع، سازمان ملل، همه آدم ها هستن و همه با هم مخالفن.
و آخر فیلمم قشنگ میاد همه این نکته رو به هم وصل میده، میگه که همه این مخالفت ها باعث شدش آخر یه عوضی مثل همون مرد سیاه پوش پیروز بشه و از اونجا بیاد بیرون بدون اینکه بخواد هیچ تقاصی پس بده. و قطعا آزمایش فضایی هم اگه بود بعد از زن این صحنه گفتن گور بابای زمین اینا رو یه کیم به خودشون رحم نمیکنن و رفت، در حالی که اگه مخالفت ها نبود، اگه همه با هم دیگه سر یه چیزی توافق میکردن و به هم کمک میکردن، قطعا اجازه نمیدادن که همچین مردی بتونه همچین کاری رو انجام بده. دیگه همین، حرف خیلی در مورد این فیلم زیاده، میگم خیلی قشنگ میاد یه سیستم اجتماعی رو به نمایش میذاره که همه آدم ها با هم درگیرن و برای بقا تلاش میکنن. واقعا یه جامعه خیلی عادیه به چشم معلم خاطر اینکه هر روز داریم میبینیمش، در حالی که تمام جوامع اگر اینطوری باشن اشتباهن. باید به ما یاد بدن که همه با هم دیگه همدل باشیم، همه با هم یکی باشیم تا بتونیم تصمیم بگیریم که چجوری بر علیه اون مشکل ها بجنگیم، چیزی که هیچ سیستمی تو هیچ جای دنیا نمیخواد اتفاق بیفته. به خاطر اینکه اگر همه آدم ها با هم یکی بشن، اگر همه آدم های دنیا با هم همدل و همدرد بشن، میتونن کل بالادستی ها رو از بین ببرن و این برای سیستم جهانی، سیستم بزرگی که کنترل ذهن کنه، خیلی چیز بزرگ و دردناکه. اون موقع است که آدم ها میتونن ماتریکس برن بیرون. ببخشید زیاد حرف زدم، فیلم خفنی بود، میخواستم کامل درکش بکنید. خیلی دوستتون دارم، مراقب خودتون باشید، لایک کامنت ساب یادتون نره، تو ماتریکس گیر نکنید. روزتونم گلسی.